مسلمه که نیمی از جامعه ایران رو خانم‌ها تشکیل میدن و اونها رو از اجتماع و فعالیت دور نگه داشتن و یا اینکه به اونها شانسی ندادن باعث میشه که توانمندی اون جامعه نصف میشه. حالا بگذاریم از اینکه در سیستمی که ما داریم خیلی به توانمندی و تخصص اصلا اهمیتی داده نمیشه، ولی در زمان انقلاب 1357 ما زنان تأثیرگذار و فعال بسیاری داشتیم و زنان ایرانی پیشرفت زیادی کرده بودند. ما دو تا وزیر زن داشتیم در اون زمان، خانم فرخرو پارسا که وزیر آموزش و پرورش بود و خانم مهناز افخمی که در مشاور امور زنان بود. در بیش از 1500 پست مدیریتی مملکت زنها قرار داشتند. رئیس سازمان هواشناسی ایران خانم ژینوس محمودی یک زن بود. 22 نماینده در مجلس داشتیم.